همیهنان گرامی، درود بر شما. همونطوری که هفته گذشته به آگاهیتان رسوندم، جبهه ملی ایران به خاطر اختناق حاکم بر ایران و فشار حاکمیت اسلامی اجازه برگزاری جلسات و انتشار بیانیه رو نداره. در ضمن همونطوری که بارها به آگاهیتان رسوندیم، جبهه ملی در خارج از کشور نماینده و سخنگو نداره و هیچ سازمان و تشکلی جبهه ملی ایران در داخل کشور رو نمایندگی نمی‌کنه. اما با توجه به مواضع جبهه ملی در داخل کشور در مورد تحریم انتخابات نمایشی رژیم اسلامی که نه آزاد است، نه سالم و نه عادلانه، با آگاهیتون رسوندیم که جبهه ملی در این انتخابات مثل دیگر انتخابات رژیم اسلامی شرکت نمی‌کند. سایت خبری جبهه ملی با انتشار بیانیه کوتاهی این موضوع را اعلام کرد و با توجه به غیر آزاد بودن، ناسالم بودن و غیر عادلانه بودن این انتخابات و با توجه به بیانیه‌های جبهه ملی ایران در 30 سال گذشته، این انتخابات رو تحریم کرد. بعضی از اصلاح طلبان هم این انتخابات رو تحریم کردند که البته ما از اون استقبال می‌کنیم، چون به هر حال همین اصلاح طلبان در سال‌های زمامداری آقای رفسنجانی و آقای خاتمی در کشتار آزادی‌خواهان و همینطور حیف و میل کردن ثروت ملی نقش اساسی داشتند. و حالا که این رانده شدگان از ارکان قدرت شرکای سابق خودشون رو تحریم می‌کنند، بسیار خوبه و این رژیم و مشروعیتش از سوی شرکای سابق اونها به زیر سوال میره. این اولین باریه که این انتخابات از سوی اصلاح طلبان تحریم میشه. البته رژیم هم قبلا با رد صلاحیت اصلاح طلبان رو تحریم کرده. اما جبهه ملی ایران انتخابات جمهوری اسلامی رو سال هاست که تحریم کرده و مسئله امروز نیست. بیانیه از سوی جبهه ملی ایران در 22 بهمن 1374 منتشر شد. همیهنان شرافتمند، جبهه ملی ایران 4 ماه پیش در بیانیه مورخ مهر 74 منتشر شده به نام اعضای هیئت اجرایی پیش شرطهایی رو برای تحقق انتخابات آزاد یادآوری گردید و در بیانیه مورخ آبان 74 به علت تحقق نیافتن آن شروع اعتراض خود را به نحوه برگزاری انتخابات اعلام داشت و در بیانیه مورخ 3 دی ماه وجود جو اختناق و عدم آزادی حزب‌ها، جمعیت‌ها و مطبوعات مخالف را مانع از مشارکت در انتخابات دانست. اینک بار دیگر همیهنان شرافتمند متذکر می‌گردد که به جهت نبودن محیط مناسب برای حصول انتخابات سالم و آزاد، تا آنجا که دستگاه حاکم برای یک مصاحبه مطبوعاتی اشکالات فراوان فراهم آورد و از آن جلوگیری می‌نماید، جبهه ملی ایران موضوع انتخابات را یک پرده نمایشی تکراری و بی‌محتوا و عاری از مشروعیت قانونی شمرده و در آن مشارکت نمی‌کند. به همین علت برای نامزدی هیچ یک از اعضای خود مبادرت به نام‌نویسی نکرده است. بنابراین خبرهایی که درباره مشارکت جبهه ملی ایران در انتخابات و تایید برخی از کاندیداهای افراد و یا رسانه‌های بی اطلاع در این زمینه منتشر گردیده است، موکداً مورد تکذیب قرار می‌گیرد. هیئت اجرایی جبهه ملی ایران ادیب برومند، علی اردلان، حسین شاه‌حسینی، حسن لباسچی، دکتر سید حسین موسویان، دکتر پرویز فرجاوند، تهران 22 بهمن 1374. البته به جز اون بیانیه‌های دیگری مثل بیانیه نمایش انتخابات به تاریخ 20 اسفند 1386، همینطور انتخابات و موضع اکثریت ملت ایران در برابر آن به تاریخ 29/8/85 و بیانیه دیگری به نام جبهه ملی ایران در انتخابات شرکت نمی‌کند مورخ 12/3/1383، همچنین هشدار جبهه ملی درباره مجلس 7 و با انتخابات این چنینی راهی جز همه پرسی برای دیگرگونی قانون اساسی و استقرار حاکمیت ملی و یک جمهوری راستین در پیش رو نداریم. اینها تیترهای بیانیه های جبهه ملی ایران بود که این بیانیه هم در تاریخ 22 بهمن 1382 صادر شده بود. همینطور اعلامیه جبهه ملی در مورد روند انتخابات نهم و در تمام این انتخابات با اشاره به آزاد نبودن، سالم نبودن و
غیرعادلانه بودن این انتخابات از شرکت در اونها خودداری کرد. تحریم البته برای یک رژیمی مهمه که به رأی مردم احترام بگذاره. جمهوری اسلامی دیگه از این حرفا گذشته، تحریم براش مسئله نیست. اصلاح طلبان هم درسته که الان تحریم کردن، ولی یک کمی گیر شده برای این رژیم، پایهاش در حال متلاشی شدن. این تحریم ها به حال فشار بر این رژیم خواهد آورد، افزایش بی سابقه قیمت دلار، محاصره اقتصادی ایران و به زودی حتما محاصره نظامی. شاهد رویدادهای نه چندان خوشایندی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. همینطور باید متذکر بشم که دو عضو جبهه ملی ایران، دکتر علی رشیدی 78 ساله و مهندس حمید رضا خادم 34 ساله، همچنان در اسارت رژیم اسلامی به سر میبرند و ما تقاضای آزادی آنها و تمام زندانیان سیاسی رو داریم. یک مطلب دیگه هم در مورد بحث فدرالیسم که این روزها مطرح شده و به نوعی هم پای جبهه ملی ایران به اون کشیده شده، گویا برخی از دوستان یک کنفرانسی رو در این باره گذاشتن، باید با آگاهیتون برسنم که جبهه ملی ایران با بحث فدرالیسم در این شرایط فعلی به شدت مخالفه و هر بحث، جلسه و گفتگویی که از اون بوی تجزیه طلبی و تجزیه ایران بیاد باش سر سازگاری نخواهد داشت. با سپاس از شما برای توجهتون به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه. تا هفته آینده، خدا نگهدار و پاینده ایران.